سلام، در این ویدیو میخوام راجع به استریم FST یا Federal Skilled Trade Occupations برای گرفتن اقامت دائمی کانادا صحبت کنم. همتون در جریان هستید که امتیازات اکسپرس انتری بسیار بالا رفته، ولی در عوض استریم هایی که بر اساس کاتگوری و مشاغل افراد داره در نظر میگیره همچنان یکی از بهترین روش هایی هست که شما میتونید با امتیازات حدود 360 70 80 یا 390 دعوتنامه بگیرید. این رویه از اواسط سال 2023 آغاز شده و همچنان ادامه دار خواهد بود در طول سال 2024. برای اینکه بتونید از استریم های فدرال سکیل ترید یا مشاغل فنی و حرفه‌ای در کانادا دعوتنامه بگیرید، باید یکی از این دو شرط رو داشته باشید، یا سرتیفیکیت اف کوالیفیکیشن گرفته باشید که به عنوان مدارک فنی در کانادا شناخته میشه، و دو اینکه در یکی از مشاغلی که اعلام شده، در یکی از رنج کدهای شغلی که اعلام شده و ما در این ویدیو راجبشون صحبت میکنیم، دو سال کار کرده باشید. اگر یک سال هم کار کرده باشید یا یک سال جاب آفر داشته باشید به همراه جاب آفر رسمی که در حقیقت کارفرما شما را همچنان میخواد به کار بگیره و نگه داره، باز دوباره ممکنه بتونید تو این استریم ها دعوتنامه بگیرید. مشاغل فنی در کانادا چه مشاغلی هستن؟ احتمالاً تصویری که خودتون از ذهنتون دارید در مورد مشاغل فنی ایران اینجا هم صدق میکنه. خیلی از عزیزانی که اینجا الان سر کار دارن میرن ممکنه بدون اینکه بدونن شامل یکی از این موارد بشن. مشاغل رو در صفحه براتون به نمایش گذاشتیم الان، ولی به صورت کلی در چهار دسته اصلی قرار میگیرن. مشاغل مربوط به ساختمان شامل برقکار، لوله‌کش، نجار که کارهای کابینت، کف‌سازی و ساختمان کانادا رو با چوب در انجام میدن، تعمیرکاران وسایل داخل خونه یا مشاغل فنی که دستگاه صنعتی رو دارن تعمیر میکنن و یک گروه هستن، ناظرین اجرا و عملیات، کنترل کیفی، ناوگان حمل و نقل و مشاغلی از دسته چاپخانه، چاپ و پرینت و تکثیر و یه دسته دیگه، تمام مشاغلی که مربوط به کارهای جنگلداری، چوب‌بری، معدن، حفاری و صنایع پایین دستی نفت و گاز هستن در یک دسته دیگه، و مشاغل مربوط به نساجی، پلاستیکی، کارگاه‌های تولید ظروف پلاستیکی یا مصنوعات دیگه و حتی مواد غذایی در یه دسته دیگه قرار میگیره. در زمین مواد غذایی آشپزها، قصابها و نانواها بسیار زیاد دعوتنامه گرفتن. اینها فیلدهایی هستن که شما به راحتی میتونید در اونها بدون داشتن تحصیلات یا حتی تخصص قبلی مشغول به کار بشید. دوره‌هایی که برای کوالیفیکیشن سرتیفیکیتشون هست بین 6 ماه تا 1 ساله و با شرایطی حدود سن 35 سال، یک زبان متوسط در حد آیلتس 6 و 2 سال سابقه کار در کانادا میتونید از همین روش به اقامت دائم برسید.